سلام به تمام عشقبازان عزیز، پرنده بازان. امروز میخوام در برج فنچ گلدین صحبت کنم، چون من بیشتر به فنچ گلدین کار کردم. مثلا شما میخواد با سرمایه کم شروع به درآمد کنید از این پرنده ریز و قشنگ کوچک. بعد از هم با 15 مدیم دو راه داریم چجوری پرورش دید. راه سالونی، یعنی راهی که سالونی منظورم اینه که تعداد زیاد دیگه در 15 جفت میشه سالون کوچیک گفته میشه. ولی مثلا پرورش گله‌ای، پرورش گله‌ای هم همون سالونی گفته میشه که تعداد نر تعداد ماده توی یک جای فضای باز رها میشه، کلا رها میشه، تقویت میشه قبلش. بعد این پرنده ها فقط قبل رهاسازی گل پرورش قفسی یا گله‌ای، مثلا اول در مورد پرورش گله‌ای میگم، پرورش گله‌ای اصلا نیازی به هزینه قفس و اینا نیست. یعنی شما میتونی با 15 جفت 10 جفت فنچ گلدین کارو شروع کنی، ولی قبلش باید یک کارایی بکنی، آماده سازی پرنده. مثلا نرا رو جدا کنی از ماده با مدت 20 روز 25 روز تا یک ماه قشنگ درست حسابه به تغذیه تخم مرغ و پسری چرند شده، جوانه گندم، مولتی ویتامین ها، تقویت نطفه، اینا رو بدی رو برنامه اینا رو بدی. بعد روز سیوم دیگه، روز سیوم که شد پرنده های ماده رو ول کنی تا 3 روز 4 روز اون محیطی که میخوای پرورش بدی پرنده آقلا رو نصب کنی در دیوار، اون موقع 3 روز ول کنی پرنده ماده رو فقط نرا رو نه، تا ماده آقلا رو پیدا کنن، آقلایی که میخوام انتخاب کنم برای جوجه کشی. بعد 3-4 روز نرا رو هم ول کن، اگه 1 هفته شد بهتره. بعد 1 هفته نرارم یک باره ول کن دیگه. بعد اونا نسری جفتشو انتخاب میکنه، جفتشو که انتخاب کرد بعد میره روی دوره تخم گذاری. دوره تخم گذاری بازم همونجور باید تخم مرغ و آبپز و هویچ رنده شده حتما باید باشه، قند پرنده نه، هویچ قند طبیعیه، شکر داره، شکر خیلی کم، مثل انسانه، پرنده و حیوان نداره، باید برسه بهش قند طبیعی. بعد از این که میره دوره تخم گذاری تقریبا 7 تا 8 روز تا 10 روز طول میکشه، میبینی بعضی فنجا تخم گذاشتن اونا که آماده بیدن. بعد 15 روز از تخم گذاری جوجه ها در میاد از تخم، اون موقع باز باید خیلی دقت کنی به تغذیه پرنده، تخم مرغ آبپز اصلا حذف نشه، هویچ اصلا، ولی جوانه گندم رو باید کم بدی نه زیاد چون مستی میاد، کم بدی نه که ندی، کم بدی. خلاصه بعد از مولتی ویتامین ها تقویت پرنده استفاده کنی که پرنده ضعیف نشه، جوجه داره. این از پرورش سالونی گله ای منظورم، ببخشید. پرورش قفسی اصلا نیاز نیست شما چیز کنی، نیاز نیست دیگه جای درست کنی، یک جای کوچیک هم میتونی، ولی باید قفس بگیری، قفس آغول یکم هزینه میاد به دست. مثلا قفس خوب بگیری قیمتش فرق داره، تو این قفس های من معمولیه، این قفس ها تو بازار 120,000 تومان، ولی قفس های جفتگاه پرنده 6 خان و 7 خان 8 خان اینا قیمتش فرق داره، اونا تقریبا 3 برابر این قیمت هر قفس، اونا دونه 300-400,000 در میاد که 15-16 تاش میشه 10-15 بعد قفس هم خوبه، ولی پرنده اگه رها باشه بهتره، اونطور طبیعی رشد کنه، خودش جوجه بده، جوجه بزرگ کنه، گلدین خصوصا اگه گلد رشد کنه مثلا اون 10 جفت به عرض 4
4 5 ماه میشه 500 600 تا 700 تا گله رشد میکنه، گله رشد میکنه بعد از قفسی خیلی بهتره. باز قفسی چطوریه؟ قفسی مثل من این الان جفت کلدی هم نرو ماده تخم هم میذاره. قفسی اینطوریه که پرنده نرو ماده رو میندازه توی قفس، ولی پرنده نرو ماده دیگه اون اگه استرس بهش وارد شه قفس همش سرکشی کنی اصلا رو تخمش نمیخواد، پرنده دق میکنه، ناراحت میشه، بعدش میاد. الان من اینجا صحبت میکنم، اینا سرصدا میکنن، اینا راضی نیستم من اینجا باشم، وایستم. پس به این نتیجه میرسیم که پرنده گله بهتر پرورشتی. قفسی هم خوبه، قفسی هم هزینهش زیاده، هم کلن باید برسی به هر قفسی، وقت میبره، باید آب بذاری، دونه بذاری، قفس رو تمیز کنی، مقوا بندازی. گله اینطوری نیست دیگه، گله همونجا جوجه میده، بعد جوجه رو باید جمع کنی. اگه تو گله زیاد شد، گله سنگین نشه، جوجه رو جمع کنی تا مولدها دوباره تخم گذاری کنن، دوا نشه تو پرنده ها جاشون اگه کوچیکه. ویدیو به دردت خورد حمایت کن، لایک کن تا ویدیو دیگه هم بذارم. چاکر هرچه اشخاص پرنده بازه، یه هم خرگوشون بکنم، همش در حال خوردن. جارو برق اینجاست. خب نخور انقدر. گوگولی. یا علی مدر.